به نام خدا. سلام و شبتان بخیر. امروز یک شنبه نهم سرطان 1398 خورشیدی است که برابر می شود با 3 جون 2019 میلادی. با مجموع خبری ساعت 8 شب آریانا نیوز و آریانا خوش آمدید. سرخط مهمترین خبرها: نزدیک شدن امریکا و طالبان روی برخی موارد در قطر. طالبان خواهی چه خبری مختبی یا شوی و بلطرف هم وای خبری مختبی. جان باختن بیش از 30 سرباز در یک رشته حملات طالبان. امرو بندی و مرگونی حمله سویده او پولیس دی لکال چې پولیس ولی په داخل کې کوم کسان هغه په شهادت رسیدلی دي. و دیدار دونالد ترمپ با رهبر کوریای شمالی. مشوق خبرها. منابعی از نشست قطر و خبرنگار اعزامی آریانانیوز میگویند که گفتگوی هیئت آمریکایی و طالبان روی زمانبندی خروج نظامیان خارجی از افغانستان و استفاده نشان افغانستان بر ضد آمریکا و متحدانش جریان دارد و دو طرف به توافق نزدیک شدند. این منابع میافزایند که گفتگو روی آتش بس و آغاز مذاکرات طالبان با حکومت افغانستان نیز جریان دارد. در همین حال وزارت امور خارجه میگوید که احتمال دارد تا دو هفته دیگر گفتگو میان دولت افغانستان و طالبان نیز آغاز شود. مذاکرات صلح میان طالبان و هیئت آمریکایی در دوحه در امین واحد و پشت درهای بسته دروز می شود و منابع از این نشست به خبرنگار احزامی آریانا نیوز گفته است که گفتگو روی جدول زمانبندی خروج نیروهای خارجی و استفاده نشدن افغانستان بر ضد آمریکا و متحدانش ادامه دارد و دو طرف به توافق در این دو مورد بسیار نزدیک شدند. منابع گفتند که گفتگو روی به میان آمدن آتش بس و آغاز گفتگوهای طالبان با دولت افغانستان نیز ادامه دارد. آغاز آتش بس و شروع مذاکرات میان افغانها موردی که طالبان تا اکنون با آن بلند پروازانه برخورد کردند. طالبان خواهی چه خبری مثبتی ویشوی و بل طرف هم وای خبری مثبتی ویشوی. البته تروس پری جزئیات تا خبرو معلوم ندی، خو خبری په دې باندې دی چې د خارجانو د وتلو په سر باندې توافق دی. در کابل دولت افغانستان خوشبین از چشمانداز دور هفتم این مذاکرات است. وزارت امور خارجه میگوید برای این نشست آغاز مذاکرات میان دولت و گروه طالبان بین یک تا دو هفته دیگر خواهد بود. گفتگوهای بین الافغانی شاید در یکی دو هفته آینده برگزار شود و آلمان ضمانت کرده که زمینه سازی میکنه برای گفتگوهای مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان. پیشرفت در مذاکرات صلح ظاهرا سایه تاریک روی انتخابات انداخته است، زیرا سازمان ملل میگوید صلح و انتخابات نباید یک دیگر را به مخاطره بیاندازد. این روند نباید یک دیگر خود را متاثر بسازد و یا باعث به تأخیر افتادن یک دیگر خود شود. صلح و انتخابات باید با تمام قوت و تعهد کامل تمام دستاندرکاران به پیش برده شود. خبرنگار احزامی آریانا نیوز در قطر میگوید مذاکرات در پشت درهای بسته ادامه دارد و انتظار می رود به این زودی ها خبرهای از نتایج آن به دست آید. خبرهایی که بیش از 30 میلیون افغان منتظر آن است. مریالای باسین همکار ما که در دوحه است اکنون با ما وصل است و بیشتر در مورد این نشست ازش میپرسم. عباسین وقتت بخیر، چه اطلاعات تازه‌ای از این نشست در اختیارت قرار داره؟ بیشتر جان تاسیا و لیدونکو تا سلام و درناوی وړاندې کوم. یو سات که غواړم یو مسله روښانه شي، ځکه وضعیت چې ما نن لیدلې ځکه کولای شم یوازې له هماغو مسایلو وغږېږم او په عین حالت کې د هغو منابعو او رپورټونو پر اساس وغږېږم چې تر موږ رسیږي. یو خو داده چې دا خبرې ډېرې سری دي، یعنی هیچ چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې هلته حتی په هغه کمپاونډ یا ودانۍ کې چې دا خبرې روانې دي په اسانۍ تګ راتګ وکړي، ځانګړې توګه هغه ځای پوړ ته پوړ کې دغه خبرې اترې مذاکرات روان دي. په د دې خبرو تر چې څه مسایل رامنځته کېږي دومره مسایل دي. یو د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله ده چې مهالویش باید ورکړل شي، او یو هم د ستاسو په یاد دي په سمو د وړاندې په دې هکله یوه مسله روښانه هم شو، مصوره جوړه شوه. در این مصوره گفته شده بود که بر بعض مسائل باید گفتگوها صورت بگیره. قرار معلوماتی که از منابع به دست آوردیم
میگن مسائل محدود مانده که روی آن هنوز هم چنان جریان داره، اما مهمتر از آن این است که مذاکرات بین الافغانی به چه شکل خواهد بود. ما هنوز این مورد چیزی را من حیث یک گزارش به دست نیاوردیم و در آنجا فضا طوری بود که دو مسئله عمده هنوز هم باید به یک توافق نهایی است که خوشبینی ها وجود داره گویا این دو موارد نهایی شوند. بیشتر ممنون باشین. در یک رشته حملات انتحاری و گروهی طالبان در ولایت های قندهار، پکتیا و قندوز بیشتر از 30 سرباز جان باختند. مقام های امنیتی قندهار تایید می کنند که در 4 حمله انتحاری طالبان در این ولایت از موترهای زرهی کار گرفته شده است. در همین حال وزارت دفاع هم از وارد شدن تلفات سنگین به گروه طالبان خبر می دهد و می گوید که این گروه شب گذشته بیشترین تحرکات را در سراسر افغانستان انجام داده است. گروه طالبان با بکارگیری از 4 موتر هاموی نیروهای امنیتی حملات انتحاری را در ولسوالی معروف ولایت قندهار در نزدیکی خط دیورن انجام دادند. حملاتی که جان 11 سرباز امنیتی را گرفت و 27 تن دیگرشان را زخمی ساخت. جان باختن 8 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات هم در این حملات تایید شده است. په مارو باندې یو مرګونی حمله سوې ده او په ولسوالۍ دیر له کاله چې په ولسوالۍ په داخل کې چې کوم کسان هغه په شهادت رسېدلي دي. در سوی دیگر از ولایت پکتیا هم خبر می رسد که در یک حمله گروهی طالبان بر یک پاسگاه نیروهای امنیتی در ولسوالی احمد آباد 11 سرباز امنیتی جان باخته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. قرارګه باندې هم نسوی و چې متاسفانه اتل از زموږ ملي پوځیان د عملي پولیس شهادت رسېدلي دي او ولس نفر هم ټپیان دي. ولایت های شمال و شمال شرق هم گواه نبرد های شدید میان طالبان و نظامیان افغان بوده است. منابع در ولایت قندوز تایید می کنند که از اثر یورش طالبان بر یک پاسگاه نیروهای مرزی در ولسوالی امام صاحب 10 سرباز امنیتی جان باخته و چندین تن دیگرشان به دست طالبان اسیر شدند. طالبان در مقایسه با گذشته دیشب بیشترین تحرکات و عملیات هایشان را برانداختند، اما خوشبختانه با مقاومت و ایستادگی شدید نیروهای دلیر امنیتی و دفاعی افغانستان مواجه شدند و بیشترین تلفات برشان وارد گردید. طالبان این حملات را در حال انجام دادند که نهادهای امنیتی افغانستان هم در روزهای پسین از رساندن تلفات سنگین به این گروه سخن گفتند. تلفاتی که در آن از فرماندهان برجسته طالبان در ولایت‌های شمالی و جنوبی نام برده شده است. سالانه 20,000 شهروند افغانستان مبتلا به بیماری سرطان می شوند و از این میان 80% جانهایشان را از دست می دهند. مسئولان می گویند که این آمار نگران کننده است و باید برای جلوگیری از آن اقدام شود. با این حال رئیس جمهور خانی با فاجعه خواندن این آمار دستور ایجاد یک اداره مستقل برای تداوی و جلوگیری از امراض سرطانی را داد. سمی جهش در این مورد گزارش تهیه کرده. سرطان بیماری که حتی گرفتن نام آن نیز برای مردم ترسناک است. در اینجا نشست بنیاد مبارزه با سرطان، مسئولان میگویند که سالانه 20,000 شهروند کشور دچار امراض مختلف سرطانی میشوند که از این میان 80% آنان جانهایشان را از دست میدهند. سالانه به اساس آماری که پیشتر شما شنیدین WHO را اعلان کرده که 20,000 افراد مملکت مبتلا به سرطان میشه که و رقم دیگه شه هم دیدیم که 80%ش محکوم به مرگ میشه. رئیس جمهور غنی این آمار را فاجعه خوانده و دستور میدهد تا یک اداره مستقل برای تداوی و جلوگیری از ابتلا به امراض سرطانی ایجاد شود. 3 سال پیش ما یه ارقام نمیفهم ده یا ملی فاجعه او ملی فاجعه مقابل که در روغتیا وزارت ماشین نلری دان نلری تاس یو راز متنی راغلی چلمانم گفتنی کرید سرطان باندې څوک او داد منل ور نه ده ماته برازی لمره با گفتنه. رئیس جمهور غنی تاکید دارد که فساد اداری در کشور باعث شده است تا حکومت نتواند در چنین موارد اقدام کند. فساد اداری افغانستان مهمترین عامل در مقابل تمرکز است. هر کسی که فکر میکنه که مال دولت برشان حلال است و مال شخصیشان است در حقیقت
زرغونه پزشک جراحی سرطان با یک پیشکش تازه از لندن آمده و میگوید سرطان سیدیه بیشتر رقم در میان خانم ها در افغانستان است. دی تحقیقات نمالو میگی دی توی سرطان پا اول سر کده، یعنی توی سرطان فیصدی دی خوزو پا چک دیر زیاد ده. با گفته مسئولان سرطان سیدیه، میده و جوف دهن شایع‌ترین امراض سرطانی در کشور است که افزایش آن نگران کننده است. کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست تا بر اساس جدول زمانبندی فهرست رای دهندگان را در مراکز رای دهی نصب کند. مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات میگویند پس از آن که آمار ثبت نام شدگان داخل بانک اطلاعاتی شود، فهرست آنان در مراکز رای دهی نصب خواهد شد. نهادهای ناظر انتخاباتی از اینکه کمیسیون توانایی چگونگی نشر فهرست شفاف رای دهندگان را ندارد نگرانند. دیونا صمدی گزارش می‌دهد. روند 22 روزه نامنویسی تقویتی رای دهندگان با ثبت بیش از 200 هزار رای دهنده برای انتخابات ریاست جمهوری پایان یافت. بر اساس جدول زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات باید فهرست رای دهندگان را در مراکز رای دهی از 8 سرطان تا 10 سرطان نصب کند. اعتراضات بالای فهرست ابتدایی رای دهندگان و تصحیح آن از 8 سرطان آغاز تا 11 سرطان و شکایات در مورد روند نمایش و تصحیح فهرست رای دهندگان از 8 سرطان تا 27 سرطان ادامه خواهد داشت. اما کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون فهرست رای دهندگان را در مراکز رای دهی نصب نکرده است. هغه موارد چې د ټایملاین مطابق دي مونږ دا ان ټیک تر راغونډو او د ان ټیک نورسته مونږ دا ډیټا ان ټیک کوو چې دی یو الکترونیکی لیست په شکل باندې مک دالزان سره ولرو چې پشپګم د میزان کې د دین استفاده وو. نقض جدول زمانبندی برای انتخابات ریاست جمهوری همواره مورد انتقاد ناظرین انتخاباتی بوده است. با گفته آنان این بار نبود ظرفیت و تجربه انتخاباتی سبب سرآغاز نقض زمانبندی این انتخابات شده است. این مسئله رو مطرح کردیم برای کمیسیون که شما در راهی که روان هستین کمک نمیکنه که یک لیست شفاف تهیه شه. بهتر خواهد بود که اول چند تا میکانیزم ایجاد کنین، دومی که مشکلات شناسایی کنین در داخل دیتابیس و مشکلاتی که بر لیست وجود داره و بعدا برین با یک طرح جدیدی که حداقل کمک کنه که لیست تهیه کنه. با این همه کمیسیون تاکید به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان دارد، اما آگاهان در این مورد تردید دارند. انتخابات برای گزینش معاون نخست، معاون دوم، دبیر و معاون دبیر مجلس نمایندگان بی نتیجه پایان یافت. برای احراز این کرسی های مجلس نمایندگان 12 تن خودشان را نامزد کرده بودند که هیچ یک آنها نتوانست تا آرای کافی را به دست آورند. انتخابات میان افرادی که بیشترین آرا را در کرسی های مختلف به دست آوردند در دور دوم فردا برگزار خواهد شد. مجلس نمایندگان پس از گزینش رئیس مجلس انتخابات هیئت اداری را برای کرسی معاونیت اول، دوم، منشی و نایب منشی برگزار کرد. در کرسی معاون اول کمال صافی، محمد غالم سایی و نجیب الله ناصر بر رقابت پرداختند که از این میان هیچ یک آنها نتوانستند تا آرای 51 را تکمیل کنند و این آرای 118 رای برنده تثبیت شده بود. محمد غالم سایی 93 رای، محترم نجیب الله ناصر 72 رای، محترم انجینر کمال صافی 37 رای، باطل 13 رای، سفید 19 رای. بنان هیچ یک از کاندیدای محترم نتوانستند که 50.1 را به دست بیاورند. بنان دور دوم انتخابات نیابت اول بین محترم محمد عالم سایی و محترم نجیب الله ناصر برای فردا دوباره برگزار می‌گردد. در همین حال شمارش آرا نشان داد که عبدالرحمن وردک و رقیه نایل نتوانستند که کرسی معاونیت دوم را به دست بیاورند. رقیه نایل 113 رای و محترم عبدالرحمن وردک 86 رای، باطل 21 رای، سفید 14 رای. بنان کاندیدای محترم نیابت دوم نتوانستند که 50.1 را به دست بیاورند. بنان برای کاندیدانی که جدیدن میخواهند برای پست نیابت دوم خود را کاندید نمایند، درخواستیشان را فردا بعد از شروع جلسه رسمی به هیئت اداری تسلیم نمایند.
با این حال سمت منشی که میان عبدالله محمدی، اسدالله شهباز، سید عظیم کبرزانی و علیمه صدف کریمی به رقابت گذاشته شده بود، آرای 50+1 را تکمیل نتوانستند و رقابت برای کرسی منشی میان آقای کبرزانی و شهباز به دور دوم رفت و نیز برای کرسی نایب منشی برای دور دوم آقای عرفان و فریده حمیدی به رقابت خواهند رفت. بیننده خبرهای خارجی تا چند لحظه دیگر باشید. دوباره خوش آمدید. توجه کنید به چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در یک اقدام بی پیشینه در محل منطقه خلصلا شده میان کوریای شمالی و جنوبی با هم دیدار کردند. در محل مرز کوریای شمالی و جنوبی کیم جونگ اون از دونالد ترامپ دعوت کرد که وارد خاک کوریای شمالی شود و او نیز پذیرفت. آقای ترامپ نخستین رئیس جمهور آمریکا است که پا در خاک کوریای شمالی گذاشته است. این سومین دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که در توافق خریداری سیستم مدافع هوایی S-400 از روسیه هیچ گونه عقبگرد صورت نگرفته است. این گفته ها را رئیس جمهور ترکیه در دیدارش در حاشیه نشست 20 اقتصاد بزرگ جهان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اظهار داشته است. او همچنان گفته است که اکنون زمان اجرایی شدن موافقتنامه میان انقره و مسکو فرا رسیده است. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا چندین بار به روسیه و ترکیه بابت این معامله هشدار داده بود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که حتی اگر ایران برجام را زیر پا بگذارد، اروپا برنامه فوری برای پیروی از آمریکا و بازگرداندن تحریم های هسته‌ای ایران ندارد. آقای مکرون در پایان نشست 20 اقتصاد بزرگ جهان تاکید کرد که اروپا همچنان به برجام پابند است و اگر ایران این توافق را نقض کند، اروپایان همچنان بر اساس سازوکارهای پیش بینی شده در برجام عمل خواهند کرد. رئیس جمهور فرانسه در عین حال گفته است که در هر صورت ایران اجازه نخواهد داشت سلاح هسته‌ای داشته باشد. خبر اقتصادی هم تا چند لحظه دیگر تقدیمتان می شود. همراهی من کنید. به خبر اقتصادی خوش آمدید. کار ساخت جاده دوم کابل میدان وردک آغاز شد. ارزش این پروژه بیش از 1.5 میلیارد افغانی است که از سوی وزارت ترانسپورت پرداخت می شود. مسئولان می گویند که در ساخت این جاده پل کمپانی کابل هم شامل است که چند پیش به دلیل سیلاب تخریب شده بود. جاده کابل میدان وردک، بزرگراهی که کابل را به ولایت های مرکزی، جنوبی و جنوب غربی وصل می کند. اکنون به منظور سهولت در رفت و برگشت، وزارت ترانسپورت جاده دوم این بزرگراه را می سازد و کار ساخت آن روز یک شنبه به گونه عملی آغاز شد. درازی این جاده 24 کیلومتر می باشد و هزینه ساخت آن 1.6 میلیارد افغانی است و تا 36 ماه ساخته می شود. اهمیت از این پروژه جدا از این که کابل با میدان وردک وصل میکنه، بلکه مرکز با جنوب افغانستان و غرب افغانستان وصل میکنه و پل کمپانی که از اثر سیلاب های اخیری که در کابل رخ داد و دچار تخریبات شد، وزارت ترانسپورت افتخار ازیر داره تا بتونه این پل جدید در اینجا با همکاری شهرولی محترم کابل، با همکاری ولایت محترم کابل و با حمایت نیروهای امنیتی دولت افغانستان بتانیم این پروژه را تطبیق کنیم. اینجا منطقه ای است که روزانه هزاران باشنده کشور از اینجا به جنوب کشور سفر می کنند. رانندگان می گویند که بیشتر از 2 ماه می شود که پل کمپانی تخریب شده، اما حکومت در ساخت آن اقدام نکرده است. مرده لفظی دیکوه لرده یعنی پا سلور ساعت مرده دلار تمامیش چې مرده د خپل کمپنی پر ځان رسو دا ډیر سخت مرته په سخت مشکل تمام شوی دی او مرده ډیر بیزار دی د خپل کسب څخه اوس بیزار شوی خدا راځي که خلاف درته وایم د کندار تجارانو رابر کړو موټران مثال دی میوی هم دی خپل دی پارس او راسته سول دلته بیرته خالق کړ بیرته ولاړل. اتحادیه رانندگان زون جنوب هشدار میدهند که اگر حکومت به زودی این مشکل را حل نکند، آنان فعالیت های خود را متوقف خواهند ساخت. توجه کنید به نرخ شمار از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل.
یک دلار امریکایی 80 افغانی و 75 پول، یک یورو 91 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه پاکستانی 508 افغانی و 1000 روپیه هندی 1160 افغانی. بازیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور. کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 32 پوینت ترین 20، هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 41 پوینت ترین 24، مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 40 پوینت ترین 27، جلال آباد آفتابی بلندترین درجه حرارت 41 پوینت ترین 26، قندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 41 پوینت ترین 25، غزنی آفتابی بلندترین درجه حرارت 29 پوینت ترین 15. تشکر از همراهیتون با خبرهای آریانا.